آمین 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 همان گونه که آگاه هستید مدتی است که درباره عشق نخستین صحبت خواهیم کرد و اینکه چگونه بتوانیم نسبت به عهدهای خودمون وفادار باشیم حداقل نسبت به اون کسایی که در گذشته ابراز محبت کردیم بتونیم در اون موقعیت پایدار باشیم و موضوع عشق حقیقتا یک عنصر حیات بخش که همه انسان ها بر روی زمین طالب اون هستن و از هر پنجره ای ما میبینیم صحبتی از اون شده از فلسفه از علم گرفته شده در افسانه ها هستش داستان ها هست در اشعار هستش و هر کسی در باب تجربه خودش حتی احساس خودش آنچه که آموخته سخنی از عشق رو اعلام میکنه مولوی نیز اعلام میکنه باغ سبز عشق عشق کوه بیم منتهاست جز غم و شادی درونش میوه هاست و بزرگتر از اون چیزی هستش که یک انسانی بخواد در باب اون سخن بگه و میتونیم بگیم علت اصلی اون برای ماها که فرزند خدا هستیم این هست که عشق و محبت از خود خدا نشد گرفته است و همون گونه که کلام خداوند میگه و به درستی که خود خدا و ذات خدا عشق هستش مسلما ما به توسط کلام خداوند می توانیم مقداری از معرفت خدا رو بیاموزیم نسبت به اینکه این عشق و این محبتی که از ذات خدا گرفته شده چگونه میتونه در مسیر زندگی ما کار کنه ولی باز نیز خیلی راه داریم تا کاملا عشق حقیقی رو آموخته باشیم شخصی اعلام میکنه خدایا همچون ماهیان که از عمق وسعت دریا بیخبرند عظمت عشق تو را نمیشناسم فقط میدانم که معبود این دل خسته هستی و اگر دیده از من برگیری خواهم مرد و اینجا هستش که همه ما به این تجربه میرسیم که بارها و بارها انسانها چه بسا قول دادن های ما رو شکستن بدقولی کردن اما محبت و فیض خداوند نیز پایدار بود خواهش میکنم من خیلی میبینم اون انتها رفت آمد میشه اگر کسی از کلیسا میخواد بره قبل از موعظه بره لطفا بعد از موعظه چون هم حواس من و هم حواس دیگران رو پرت خواهید کرد لطفا کسی رفت آمد در زمان موعظه نکنه از این رو نمیتونیم بگیم کاملا از عشق و محبت حقیقی ما میتونیم سخن بگیم و اگر بخواهیم محبت حقیقی و عشق حقیقی رو خوب تعریف کنیم نمیتونیم به اون عمل کنیم جزو انسانهایی خواهیم بود که فقط و فقط صحبت میکنیم و عوض میخواهم به نوعی وقتی که صحبت فقط هست عمل نیست در اصل گویا که ریا میکنیم باز مولوی اعلام میکنه هرچه گویم عشق را شرح بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن چون کاملا نمیتونم را که حتی خودم نسبت به عشق تعلیم میدم در اون جایگاه بیستم و در نامه اول یوحنا چهار هشت میخونیم که اعلام میکنه و کسی که محبت نمی نماید توجه کنیم اینجا هستش که ما هممون ملزم میشیم و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد زیرا خدا محبت است یعنی با شناخت خداست که من در مسیر محبت قرار میگیرم از این رو هستش که میبینیم در کتاب اوشا خداوند میگه از عدم معرفت من قوم من هلاک شدن چون از اون منبع حیات که عشق هست نیز دور شدم و همان گونه که در جلسات قبل اعلام کردیم در قلمروی عشق شناخت و ادراک بسیار مهم است درک من کمک من خواهد کرد که من نسبت به کلمه عشق و محبت فعل من عمل کنه در مسیر مهربانی در مسیر رحمت در مسیر بخشش و مرا تشویق میکنه تا بتونم تقویت بشم و آنچه را که من را آگاه کرده با یک ادراک درست نیز در این مسیر بتونم عمل کنم به آنچه که اعلام کردم به عنوان یک عشق به عنوان یک دوست به عنوان یک همکار که دوستش دارم و این آگاهی نسبت به عشق در مسیر هدفی که دارم مرا یاری میکنه که کاملا به اون مقصد برسم عشق ما آگاهی ما اما در مسیر رسیدن به اون احتیاج به یک سری اطلاعات نیز من دارم که کمک من میکنه که درک من بره بالا دقیقا مثل این هستش که من میخوام به سفری برم مقصدی رو دارم میرم احتیاج به ماشین دارم حتما من باید رانندگی رو بلد باشم لایسنس داشته باشم اما آدرس اون مقصد و نیز باید داشته باشم پس هر دوش لازم هست فقط من دوست دارم کار نمیکنه فقط من عاشق هستم کار نمیکنه بلکه می باید هم دانش و هم درایت من عمل کنه که حائز اهمیت هستش برای شخصیت من و بتونه من رو به مقصد برسونه به نوع دیگه ای ادراک مانند کلیدیه هست که کاملا میتونه یک دری رو باز کنه میدونیم که وقتی میریم بریم یک کلید بسازیم مسلما کلیدهایی رو به ما نشون میدن کدوم کلید رو میخواد در اینا خام هستن هنوز اون دنده ها تراشیده نشده و زمانی اون کلید به درد من میخوره که اون دنده ها توش تراشیده میشه حتما هممونم تجربه کردیم رفتیم کلید رو ساختیم وقتی که اومدیم به در خونه زدیم باز نشده اون کلید ساز گویا یه قسمتی یه اشتباهی کرده یا یه تراش اضافه زده یا فراموش کرده یه تراشی که لازم بوده رو بزنه ادراک نسبت به مخاطبین ما همین گونه هست که ما کاملا درک کنیم اون افراد رو و زمانی درک میکنیم که کاملا اونها رو بشناسیم و چون اونها رو میشناسیم مانند یک کلید نیز عمل خواهد کرد توی رابطه ما تا مبادا ما زمانی که با مخاطب خودمون روبرو میشیم اتفاقی میفته سخنی میشنویم یک باره عصبی بشیم سخن تندی بگیم یا بیتفاوت بشیم یا اصلا به ذوق بیایم بیهوده و دست به یک عملی بزنیم که بازم بیخودی بوده یعنی یک امید واهی در ما ایجاد میشه و باز ما میبینیم که اون عشق اون دوستی اون همکاری اون رفاقت متاسفانه قربانی این خواهد شد که من درک درستی نسبت به رابطه خودم ندارم شما این رو میتونید توی مسیر رابطه خود با همسرت رابطه خودت با دوستانت رابطه خودت حتی با افرادی که غریبه هستن هیچ رابطه قبلا نداشتی اگر شناخت درستی نداشته باشید اونجا این دوستی و این محبتی که میخواد تولید بشه جرقه بزنه آسیب خواهد خورد پس چقدر مسئله شناخت میتونه مهم باشه گدایی توی خیابون رو میکنه به شخصی که داشته رد میشده بهش میگه که ببینم میتونی برای من امروز یه خوراکی بگیری یه پولی رو به من بده که من برم یه خوراک بگم اونم میگه آره عزیزم بیا رستوران برات نهار میگیرم اینم میگه قرمه دارم امروز من این پنجمین باره که دارم نهار میخورم وقتی ما درک نمی کنیم حتی برای کمک کردن و یاری کردن به دیگران نیز نمیتونیم آنچه را که درست هست رو عمل کنیم سلیمان در امثال نه شیش اعلام میکنه ساده خود را ترک کنید یعنی این که من در گذشته آموخته بودم معنی عشق فقط این I love you دوستت دارم میگه یه مقداری عمیق‌تر فکر کن در باب عشق امثال نه شیش میگه سادلویی خود را ترک کنید که خواهید زیست. یعنی سالم خواهید زیست. اگر اجازه ندید. در بی ادراکی زندگی کنید و در, تو در و در طریق فهم گام بردارید در طریقی که درک درست هستش بی خودی شریاخت نریم در برای رابطه هامون حالا بزبینیم میگیره یا نمیگیره ما که فرزندان خدا هستیم روح القدس رو داریم ما به راحتی میتونیم این ادراک رو داشته باشیم باز در امثال 16 16 سلیمان میگه کسب حکمت چه بسیار نیکوتر از طلاست و کسب فهم باز ادراک بالاتر از نقره هستش سلیمان اینها رو داره به کسایی میگه که به خدا ایمان دارم به من و شما داره میگه که فرزندان خدا هستیم که میتونیم در مسیر عشقمون ادراک درستمون رو به خرد تبدیل کنیم به حکمتی که میتونه ساز باشه نویسنده ای میگه خرد برخواسته از منطق نیسته که خیلی اقلانی فکر میکنن و فکر میکنن حالا چون ما عقلانی فکر میکنیم این خرد به ما داده خواهد شد بریم چهار تا کتاب بخونیم توی باب این چهار تا کتاب من متوجه بشم که چه عملی رو باید انجام بدم برای من و شما که فرزند خدا هستیم خرد فقط به توسط روح القدس ما داده خواهد شد من صحبت از تجربیات نمی کنم آموخته های این دنیا نمی کنم صحبت از اون معمای زندگیت می کنم که هیچ روانشناسی هنوز نتونسته حلش کنه خدا می حلش کنه میگه خرد برخواسته از منطق نیست برآمده از عشق هست. و اون عشقی هستش که ما میتونیم به خدا داشته باشیم پولس رسول یک محک تشخیص درست رو نسبت به نوع برخوردمون با مخاطبین دوستانمون و همکارانمون حالا هر کسی که توی ذهن شما هست رو به ما میده که برای رابطه درست باید درک درست داشته باشیم و در اول قرنتیان سیزده شهار الا هفت که هممون آگاه هستیم اینگونه میگه محبت حکیم و مهربان است لطفا به این آیه من زیاد توضیح اینجا نمیدم چون میخوام بدن توضیح بهتون بدم میگه محبت حلیم و مهربان است محبت حسد نمیبرد محبت کبر و غرور ندارد اطوار ناپسندیده ندارد نفع خود را طالب نمی شود خشم نمیگیرد و سوء ندارد از ناراستی خوشبخت نمیگردد، گرد. نمی نمیگردد، ولی با راستی شادی می کند در همه چیز سب می کند همه را باور می نماید در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل در از پولس رسول در این متن بسیار زیبا هفت عمل کردی که باعث عشق پایدار میشه و هفت عمل کردی که باعث شکست عشق اش میشه رو داره به ما میاموزه که من در ابتدا از هفت عمل کرد درست عشق شروع میکنم سعی میکنم خیلی سریع ازش بگذرم اما خواهش میکنم شما سریع نگذرید توی بولشورتون نیستش لطفاً روش دقت داشته باشید این محک محبت دیگران به شما و محبت شما به دیگران هست هر کجاش که میبینید نقص هست الان بهترین وقته که در حضور خدا در اون نقص شفا یابیم اعلام میکنه عشق نه نمیشه آهسته بگم ببخش بعد هم میدم خدمتون عشق پایدار در هر شرایطی حاضر به کمک و یاری میباشد یعنی تو هر موقعیتی دوستت هست همسرت هست در هر شرایطی که هستی اون عاشقانه میخواد به تو کمک کنه دلیلی نداره حتی اسم همسری مادری پدری مادر مادره پدر پدره اگر من توی خیابون دارم رد میشم یه بچه میبینم آسیب خورده من اگر این فکر من باشه که من چون پدر این بچه نیستم کارش ندارم من پدر خوبی نیستم اگر مادری فقط نگاهش محبت کردن به مادر خودش باشه به بچه های خودش باشه و بچه های دیگر رو تحت پوشش محبت قرار نده اون مادر هست مادر خوبی نیست این رو بدونیم پس جایگاه ما باید کاملا مشخص باشه در کتاب امثال 17 17 میخوانیم اعلام میکنه دوست خالص یعنی عشق خالص عشقی که درش هیچ نقصی نیست در همه اوقات محبت می نماید و برادر به جهت تنگی مولود شده همسایه به جهت مشکلات کنار تو همسایه است همسرت بچه برای روزای سختی هم نیز هست این رو مهربانی میگه پولس رسول نکته دوم عشق پایدار بدون انتظار و توقع همدیگر را یاری می نماید که پولس به این میگه راستی به این میگه صداقت یعنی در اصل مانند خود مسیح که بلا عوض محبت کردش نکته سوم از, از, کمک کردن به یکدیگر شاد می شود یعنی این کار رو میکنه برای شادی خودش همین شادی در اصل مزدی هست که اون داره میگیره اون آرامشی که داره میگیره مزد اون هستش پس علت این نمیتونه باشه که به خاطر موضوع خاصی یه بار دیگه از کمک کردن به یکدیگر شاد میشن یعنی با تمام وجود و احساسات و هیجان اون کار رو انجام میده نکته چهارم همان گونه که هستن همدیگر رو دوست دارن قصد عوض نمودن یکدیگر رو ندارن به راحتی همدیگر رو پذیرفتن ما الان در موقعیتی هستیم شرایط مردمان روی زمین که شما میبینید با هر سیستمی که روبرو میشی میخواد تو رو درس بده میخواد تو رو پند بده میخواد تو رو عوض کنه اخلاقتون میخواد عوض کنه بعضیاش بعضیا میخوان دماغتون رو عوض کنن بعضیا شکمتون رو میخوان عوض کنن بعضیا میخوان قدتون رو عوض کنن بعضیا میخوان چهرهتون رو عوض کنن غیر از این هست همش میخوان عوض کنن ما رو ولی نگاه مسیح این گونه نبود مسیح اگر میخواست من رو عوض کنه هرگز من نجات پیدا نمی کردم. مسیح همین گونه که من بودم منو دوست داشت عاشق من بود مسیح به من نگفت برو گناهانت وقتی تموم شد بیا پیش من برای همین بعضیا نمیان کلیسا میگیم چرا نمیای کلیسا میگه برای من الان توی سر گناه ها هستم و نمیتونم بیام کلیسا میخوام پاک بشم میگم هرگز تو پاک نخواهی شد تا روی زمین هستی پاک نمیشی این فکر رو نکنیم این فیض خدا بود که ما رو نجات داد این فیض خدا بود که رسول نجات داد پس بنابراین خود عیسی مسیح درست بعد از نجات ما رو تشویق میکنه و به ما کمک میکنه به توسط روح القدس که ما تقدیس بشیم و در مسیر تولد تازه قرار بگیریم اما عیسی مسیح فکرش این نبود بود اول رسول رو عوض کنه و بعد بگه رسول بیا وارد ملکوت خدا بشو فکرت این نباشه همسرت رو عوض کنی بچت رو عوض کنی نمیتونی سعی بیخودی نکن یه روز یا خودت خسته میشه یا اون خسته میشه ولت میکنه رهات میکنه ما نمیتونیم همدیگر رو عوض کنیم ما میتونیم در این مسیر با عشق و محبت همدیگر رو یاری کنیم تا تو اون جایگاه درستی که هستیم قرار بگیریم دختر جوانی برای تفریح وقتی میده به یه روستایی پسری رو میبینه که چقدر قد بلند و خوشتی پر از ازوله خوشش میاد یه رابطه ایجاد میشه و ازدواج میکنن وقتی با هم ازدواج میکنن این دختر برای اینکه بتونه بر حال توی شهر زندگی می کرده و بتونه اینو توی دوست و فامیل و خانواده و محل کار ببره شروع میکنه برای این کلاس رو گرفتن کلاس نوع برخورد صحبت و کلاس موزیک و کلاسی میذاره براش که خیلی سیگار میکشیده سیگار رو بذاره کنار مشروب زیاد میخورده مشروب رو بذاره کنار و طوری میشه و دانشگاه میفرستتش درس میخونه بعد یه مدتی پسر رو میکنه به دختره میگه میخوام از طلاق بگیرم میگه برای چی این همه زحمت کشیدم میگه هر چی فکر میکنم تو در شعن من نیستی <تصفح> کسی رو عوض نکنید لطفا <تصفح> <تصفح> کسی رو عوض نکنید قصد عوض کردن کسی نم این محبت نیست عزیزان همینطوری همدیگر رو دوست داشته باشیم و همدیگر رو یاری کنیم نکته پنجم مشکلات و اختلافات رو نزد کسی نمیبرد یعنی غیبت نمیکنه همسر خدا شکر ما الان در عصری هستیم که حقیقتا این آگاهی جوانان ما داده میشه حالا چه مشاورین هستن اگر ایماندارن در کلیسا که حتی مشکلات رو پیش والدین نبرید لطفا والدین نمیتونن مشاورن خوبی باشن برای شما بعد از ازدواج این کارو نکنید کلام خدا میگه زن و مرد والدین رو از نظر اینکه شما دیگه میخواید از اونا کمک بگیرید برای نوع زندگی تو میگه ترک کنید نه که بی احترام میکنید مشاور خانواده داریم با مشاور خانواده ایماندار هستی شبانه هستش. شبانت شاید این تخصص رو نداره اون یه نفر یه کشه دیگر رو معرفی میکنه چهارتا تا کتاب بهت معرفی میکنه از اون مشورت بگیر چون اینها غیبت میشه و احساسات والدین میاد و بیشتر از اونی که فکر میکردی اختلاف توی خانوادت پیش خواهد آمد والدینتون خوب هستن دوستشون داشته باشید خواهر و برادر خوب هستن اما با مشاورین باید صحبت کرد بهترین مشاور من کیه مسیحه باور کنید بهترین مشاور من مسیحه اما من خودم از یک شبان دیگه همیشه کمک گرفتم و کمک میگیرم برای امور زندگی و خانواده خودم و از همسرم هم خواستم که اونم کمک میگیره که یک رابطه درستی داشته باشیم ما این گونه نمیتونیم بریم پچ کنیم از همسرمون از دوستمون از همکارمون به دیگران این عشق نیست عزیزان یک اشتباه دیگه که در همین مسیر هست و پولس رسول به نوعی داره کنایه میزنه این هستش که نقطه ضعفمون رو دوی جلوی جل 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 جمع حتی به صورت تمسخر استفاده نکنیم که باعث خنده چند نفر بشیم حالا نمیدونم هر چیزی هر چیزی میتونه باشه رابطه زن و شوهر رابطه دوستان که جلوی جمع بگیم بعضی هم هستن میگن نه ما این رو میکنیم که این جدا عوض بشه بازم به فکر عوض کردن هستن که اینگونه عوض افراد نخواهند شد. نکته ششم در زمان سوء تفاهم ها از کلمات و جملات تند که باعث سردی میشه مانند اینکه جدا ازت میشم طلاق میگیرم دوستت ندارم برو من میرم استفاده نکنید چرا که باعث خواهد شد که اون آرامش از بین بره و رفع مشکلی ایجاد نخواهد شد. و بیشتر ما تو مشکلات میفتیم اگر از این استفاده نکنیم یعنی من هنوز امید دارم من این ایمان رو دارم که باز این رابطه ها ایجاد خواهد شد عشق میاد ولی وقتی از این کلمات استفاده میکنیم متاسفانه اون امید از ما گرفته خواهد شد سیمین بهبهانی میگه یا رب به من یاری بده تا خوب آزارش کنم از این جملات استفاده نکنید هجرشته دهم زجرش دهم خارش کنم زارش کنم البته شادروان اشعار بسیار زیبایی گفتن ایشون هم در بین اون شعرشون این رو به کنایه دارن استفاده میکنن ولی ما نمیتونیم از این استفاده کنیم به طور خاص ما فرزندان خدا هستیم نکته هفتم عشق پایدار به دنبال اسناد و آمار و قسم خوردن و ثابت کردن شخص مخاطب خودش نیست به راحتی اون رو قبول میکنه یعنی میپذیره اون هر چی میگه کلام خداوند آنچه را که خوندیم میگه محبت همه رو باور میکنه قبول میکنن پولس رسول به این میگه اعتماد میگه عشق اعتماد داره باور داره باورت میکنه به راحتی به دروغ میتونیم همدیگر رو فریب بدیم درسته ولی وقتی همدیگر رو باور میکنیم اگر اشتباهی هم باشه رسوایی به وجود میاد بازم هم باید همدیگر محبت کنیم نه اینکه دشمنی بکنیم باید هم باید همدیگر دستگیری کنیم و اعتماد کنیم به عنوان فرزندان خدا دختر و پسر جوانی بعد از اینکه عروسی میکنن بعد از چند روز بعدش دختر نرس عروس رو میکنه به داماد میگه میخوام ازت یه سوال کنم لطفا حقیقت شما من بگو میگه بگو عیزم میگه میخوام ببینم قبل از عروسی آیا دوست دختری هم داشتی یا نه پسر یه نگاهی میکنه و یه مکس میکنه و سکوتش طولانی میشه دختر حال خسته میشه میگه خب فهمیدم نداشتی میگه چی داری میگه حواسم هم پرد کردی داشتم میشمردم <تصفح> باید به هم اعتماد کنیم و هوشیار باشیم از آنچه که باعث دل سردی میشه استفاده نکنیم این عشق نخواهد بود اما بریم هفت عملکرد نادرست در عشق عشق و یا دوستی و آن رابطه که ایجاد شده در برابر بازدهی که داره نباید برای من یک منافع داشته باشه هیچ اشکال نداره شما توی رابطه های دوستیتون منافع هم داشته باشید اصلا مهم نیست اشکال نداره شما تو بیزینست منافع داریم اما اسم اون رو لطفا عشق نذار به طور خاص این عشق و کلام خدا با ما معرفی نمیکنه اون بیزینسه اون منافع طلبی هستش و پولس داره میگه نفع خود که اون شخص نفع خودش رو میخواد اون رو نمیتونیم عشق بریم نقطه دوم مخاطب خیش رو به عنوان حالا دوستت هست همکارت هست خواهرت هست برادرت هست همسرت هست اگر میبینیم موفق تر از تو داره میشه پیروز داره میشه توی کاراش حسی داری که تو رو اذیت میکنه بهش میگن چی؟ حسادت چه خوب هممونم هم بلدیم چون هممون داریم عوض میخوام منم دارم هممون داریم آنچه را که داره کلام خدا میگه این برای نیست که یه نفر هست که هیچ کدومش نداره اگه یکی گفت من هیچ کدومش رو ندارم یه چیز خیلی زیاد داره چیه؟ غروره رابو یه دست بزن کی بود گفت؟ یه دست براش بزن اون غروره اون داره هممون یه مقداری کم و زیاد این رو داریم پس عزیزان این هوشیاری هم باید اگه چنین حسی پیدا کردی برو در حضور خدا برو در حضور شعبانت برو در حضور معلمت بگو من یه چنین حسی من نمیدونم بعد رسول وقتی که برفرز همسرم میبینم از من یه جا بیشتر تحویلش میگیرن دوستم این من اذیت میکنه ما باید شفا پیدا کنیم دلایلش برمیگرده به دوران کودکیمون موقعیت هایی که برای ما پیش اومده آسیب هایی که خوردیم ما فرزند خدا هستیم امروز همش ما میریم در حضور خدا میگیم خدا کمرم درد میکنه منو شفا بده او خدا من میگه شفا میدم آقا تو یه چیز مشکل دیگه هم داری نه, نه نه دوباره میرم خدا چشم درد میکنه خدا سرم درد میکنه میگه درون تو نگاه کن موردای دیگه هم هست هنوز مغروری رسول هنوز کینه داری رسول هنوز نمیتونی ببخشی رسول چرا نمیخوای چون این بدن رو تو میذاری روی زمین این روح تو چجوری میخوای در حضور من بیاری با این همه کینه و درد و رنجی که امروزم برای خودت مصیبتی شده نکته سه بعدی بیتوجهی نسبت به نیازهای روحی و عاطفی و نیز بیدقتی به ایامی مانند تولد و سالگرد ازدواج و یا اتفاقایی که میافته که باعث غم میشه کلام خداوند میگه با آنانی که مصیبت دیده هستن کنار اونها شما ماتم داشته باشید و آنانی که میبینید که شاد هستن شرایطشون در موقعیت شادی است با آنان نیز شادی کنید و این عشق حقیقی هستش پس برخلاف این میشه اطوار ناپسند که توی جایگاه درست باز نیست نکته چهارم در زمان اختلافات و سوء تفاهم شخص مخاطب را مقصر و خطاکار میدانیم یعنی بلا فاصله درسته که همه ما اشتباه میکنیم اما بلا فاصله بدون هیچ تجزیه تحلیلی بدون هیچ تعملی ما میگیم این مقصره تقصیر کار میدونیم و حالا بدتر از این اینه که موفقیت های اون رو حالا یا به خودت میگی بازم اشتباهس و یا به دیگران میگی میگی پیروزیاش و موفقیتاش به خاطر منه من این کارو کردم من این نصیحتو کردم من این راهو براش باز کردم من این موقعیتو درست کردم این نیز عشق حقیقی نیستش اگر خدا به من و شما فرصت میده همدیگر رو محبت کنیم این افتخاریه که خدا به من و تو داده نه اینکه ما منت سر دیگران بذاریم نه من اینجا به عنوان شبان هیچ منتی بر سر شما عیزان ندارم و نه شما نسبت من و نه کلیسا نه خانواده این مسئولیت ماست این عشق که ما باید همدیگر رو محبت کنیم اصلا راهی غیر از این ما نخواهیم داشت نکته پنجم از هر راهی برای خوشحال نمودن شخص مخاطبمون استفاده نکنیم شما یه نفر دوست داری عاشقش هستی به دروغ یه موقعیت براش ایجاد میکنی یا به دروغ یه چیزی بهش میگی که اونو خوشحالش کنی مسلحتی ما در مسیح دروغ مسلحتی نداریم رفتار مسلحتی نداریم باید قلبی باشه همه چیز باید عاشقانه باشه در غیر این صورت ریا خواهد شد و این عشق عمل نمیکنه درست مانند دانه ای هستش که شما توی زمینی کاشتید که این زمین زمین حاصلخیزی نیست دانه دانه خوبیه اما زمین حاصلخیز نیستش و یا برعکس دانه شما دانه خرابه اما توی زمین حاصلخیز دیگه کار نمیکنه. پس باید این حوشه در راستی باشیم اینو پولس رسول میگه ناراستی شخصی که تحقیق میکرده در بین افرادی که مشکلات روحی و روانی داشتن وقتی به یه آسایشگاه روانی میره نگاه میکنه یه نفر هست خیلی آرومتر از همه هست و میره بهش میگه ببینم تا حالا شده کسی رو دوست داشته باشی میگه آره عشقمو میگه عشقت کیه میگه من که عشق ندارم طرف میخنده بعد میگه خب اگه احیانا یه نفر بود که تو دوستش داشتی باهاش چه کار میکردی میگه که من هیچ موقع مثل شما عاقلا عمل نمیکردم گفت یعنی چی گفت هیچ موقع بهش دروغ نمیگفتم قول بهش نمیدادم ولی سر قولم نمونم همیشه مواظبش بودم همیشه کمکش میکردم تمام فکرم این بود که اونو خوشحال ببینم حتی اگر به من بدی میکرد من جواب بدی ها رو به اون خوبی میدادم و همه تو شروع میکنه بعد میگه خب اگه به تو خیانت میکرد تو چه کار میکردی؟ میگفت اگه این کار رو نمیکرد که من الان اینجا نبودم خیلی هوشیار باشیم حتما نباید ما یه نفر رو بکشیم عدم آگاهی و عدم درک درست من نسبت مخاطبم در از طرف مقابلم رو میتونم بکشم بدون اینکه از اسلحه استفاده کرده باشم و حتی بدون اینکه مجرب باشم من توی دنیا نکته ششم میگه در زمان گفتگو تندخویی عصبانیت و قرقر و فریاد ابزار درست نیست اینو پولس رسول داره میگه که در از خشم هستش که آسیب به ما میزنه و اندیشمندی اعلام میکنه حکمت درختی هست که ریشه آن در قلبه همه چیز رابطه قلبی هست منظور نظر احساسات هست محبت هست و میوه آن در زبان است. زبان ما نماد اون باور ما و عشق ما هستش مسلما این گونه نمیخوام بازم یک بار دیگه بگم بگم هستن انسان هایی که هیچ کدوم از این موارد رو ندارن برای کلام خدا داره ما میآموزه. و نکته هفتم زمانی عشق و محبت ما رو در اعمال نادرست قرار میدهد که از مخاطب خود برای تمام صحبتها و کارهاش گونه که اشاره کردم دلیل بخوایم آمار بخوایم سند بخوایم بخوایم که یه قسم برای ما بخوره سقراط میگه سعی کن به مردم بد، به مردم بدبین نشوی زیرا که صاحب سوء زن را جز زحمت کسالت روحی سودی دیگر نخواهد داشت و پولس رسول به این میگه سوء زن زمانی که من نسبت به افراد سوء زن دارم و شک دارم پولس رسول آنچه را که یافته از کجا یافته از ارمیا 33 سه, سه یافته که میگه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم و از اون چیزایی که تو نمیدانی تو رو آگاه خواهم کرد به تو این آگاهی رو میدم که تو چگونه عمل کنی در زندگی و در اول قرنتیان 14 یک اعلام میکنه پس محبت را مهمترین هدف زندگی خود بدانید اما در عین حال مشتاقانه دعا کنید پولس رسول این را در حضور خدا یافته و الان داره به ما میاموزه که وقتی که مخاطب تو به عنوان عشق تو هست دوستش داری همکارت همسایت و و و, و مشکلی میخواد ایجاد بشه در حضور خدا برا در ابتدا برای سلامتی و شفا اعلام میکنه مشتاقانه دعا کنید تا روح القدس عطایای روحانی را نیز به شما عنایت کند عزیزان ما بدون قوت روح القدس نمیتونیم عشق خدایی که در کلامش به ما داده شده انجام بدیم کاملا هرگز هرگز نمیتونیم میباید این قوت رو از روح القدس بگیریم زن و هایی که در مسیح ازدواج کردن به خوبی میدونن من چی دارم میگم چون از همون ابتدا آموختن این رو توی مشکلات و سختی ها اول در حضور خدا رفتن اگر مشکل حل نشده با مشاور نیز در میون گذاشتم تا روح القدس عطایای روحانی رو نیز به شما عنایت فرماید خصوصا عطای نبوت چرا چون نبوت یعنی صدای خدا پیام خداست که خدا با ما سخن میگه برای رفع مشکلاتمون یعنی عطای دریافت پیغام از خدا و اعلام آن را به دیگران که ما بتونیم با همین عشق زندگی کنیم با عشق فقط زندگی کنیم افلاتون میگه بی عشق زندگی محال هست و ما نمیتونیم در این موقعیت خودمون رو حفظ کنیم در اصل رابطه انسان ها با هم مانند پازله پازل, پازل هایی هستن که باید همدیگر رو پیدا کنیم شما اگر صبح تا شب روی یک پازل کار کنید و سعی نکنید که اون ریتم رو قرار بدید توی جایگاه درستش مسلما آسیب خواهیم خورد میخوام قسمتی یعنی از نمایشی رو داشته باشیم اینجا عزیزان لطفا اونهایی که باشون صحبت کردم با من باشید که از چهار شخصیت میخوام باتون با صحبت کنم لطفا بیاد اینجا عزیزان به افتخارشون دست بزنید لطفا جلوی نور باشید ممنون میشم همون حالت ها بفرمایید وایسید اونجا ما اینا رو به عنوان چهار شخصیت لطفا جلو جلو تربه. جلو شما بفرمایید همون حالت هایی که گفتیم باشید لطفا ممنون میشم خب ما این چهار شخصیت رو به عنوان چهار شخصیتی که حالا تصور بکنیم زود جوش هست منطقی هستش عاطفی هستش شخصیتی هست که در اقتدار همیشه کارشو داره انجام میده هر کدوم اینها و شخصیت های بدی نیستن حالت هاشون نشون دهنده شخصیت هاشون هست لطفا توجه کنید آه حالا اونم میگیره همه اینها بر این باور هستن که همهشون توی جایگاه هاشون درست هستن شخصیت های بدی هم نیستن اگر ایشون که خیلی مقتدر هست سفت و محکم هست میگه من کارامو خوب انجام میدم اصلا اجازم نمیدم کسی تو کارم دخالت کنه احتیاج به کمک کسی هم ندارم پیروزی ها داشته درست هستش ایشون که شخصیتی از عاطفی ایشون هم خدا به ما احساسات رو داده و هر کدوم اینها توی جایگاه درست هم. ولی متاسفانه توی بود یک شخصیت از اون شخصیتی که خداوند میخواد ما داشته باشیم اینها وایستدن و تا زمانی که دارن به هم نگاه میکنن از هم ایراد خواهند گرفت و هرگز نمیتونن هم، کمک همدیگه بکنن اما یه نفر اینجا میتونه این وسط باشه و کمک اون کنه اون کی هستش؟, هستش. نه ایسای مسیح هستش برای ایسای مسیح دست ایسای مسیح میتونه حالا بهروز عزیزم نقش ایسای مسیح رو برفرض دارن که حتی بهروز جان واقعا مرد خدا هستن به افتخارشون ایشون تو این جایگاه هستش ببینم ایشون چی کار میخواد بکنه آره یک عمره آموخته این گونه زندگی کنه با این نوع شخصیت آمین, آمین. هاللویا خداوند میتونه شخصیت ما را و یکی یکی هر دوی هم هر سه اینها نیز میتونن با لمس که از مسیح میشن اگر در حضور خدا برن اون شخصیت های خوش هرچند خوب خوب عزیزان اما وقتی که ما فقط روی یک بعد شخصیت می مسلمان مسلما آسیب می حالا همه اینا لمس کنیم دیگه وقت نداریم <applause> مرسی هللویا و اگر اجازه بدیم بله خدا شخصیت های ما در حضور خدا عوض خواهد شد اگر اجازه بدیم پس این چهار شخصیت باید توی خانواده چند نفر هستید چهار نفر هستید شاید چهار نوع شخصیت هستید اگر اجازه بدید محور اصلی زندگی شما با تشکر از همه شما مرسی مرس. اگر اجازه بدید محور اصلی شما در خانواده مسیح باشه محل کارت مسیح باشه کلیسات مسیح باشه گرید مسیح باشه فامیلت مسیح باشه اونجا هستش که قلبها رو مسیح لمس میکنه تو کسی رو عوض نمیتونی بکنی و عوض نکن فقط بحث میکنیم فقط جنگ میکنیم ولی زمانی که مسیح میسپاریم مسیح هستش که مطابق فیزش ما رو برکت خواهد داد مارتین لوتر میگه من آن کس که خدا میخواهد باشم نیستم من آن کس که مردم میخواهند باشم نیستم من آن کس که میخواهم نیستم اما خدا را شکر میکنم من اون کسی که قبل از ایمانم بودم دیگر نیستم ما همین گونه قرار میگیریم و با اعلام میکنه من به سمت اراده خدا در حرکت ناامید نیستم خودتان را با هیچ کس مقایسه نکنید تا دلسرد نشوید و یا مغرور بلکه فقط خودتان را با گذشته مقایسه کنید تا مطمئن باشید که در حال رشد هستید و اگر نگاه کنیم به گذشته خودمون و دیگران میبینیم همه ما عوض شدیم آمین اما متاسفانه فراموش میکنیم گذشته رسول کجا بوده رسول شاید توی داعش باید بوده باشه کجا میدونید اسلام رو اونقدر دوست داشتم که یک داعشی بشم پس خدا منو عوض کرده به امروز من به ضعف من به نقص من نگاه نکنید به من کمک کنید برام دعا کنید برای همدیگه دعا کنید به همدیگه کمک کنید تا بتونیم شکل مسیح بشیم نه اینکه شکل رو داشته باشیم که بگیم اون شخص شکل من باید بشه اما بریم با همدیگه لطفا لامپای وسط رو داشته باشیم خسته که نیستید اونا که خستن یه خمیازه بکشن <applause> نامه یعقوب رو داشته باشیم دو چارده الا بیست و شیش. که به ما میاموزه که مردان عاشق زنان عاشق در عمل عشقتون رو نشون بدین مادر ترزا میگه من فکر نمی کنم که مردم خواهان دیدن ما باشند بلکه آنها میخواهند آنچه را که خداوند از طریق ما به آنها میدهد رو دریافت کنند مردم به دنبال این هستن. زندگی ما باید در اصل نماد حقیقتی باشه از آنچه که مسیح در زندگی ما انجام داده نامه یعقوب دو چارده الا بیست و شیش. میکروفون در سرکیه به زبان خوش بده قایم نکنین میکروفون آیا همه بورشور دارید؟ اونا که بورشور لطفا دستا بره بالا لطفا به عزیزان برشور بدید ممنون میشم ای برادران من چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد آیا ایمان می تواند او را نجات بخشد؟ سعی می کنم زیاد توضیح ندم ولی لطفا اگه توجه به این آیات بکنید متوجه خواهید شد که یعقوب که برادر عیسی مادر ناتنی ایسای خداوند بود داره چقدر زیبا نسبت به عشق حقیقی داره میگه که درش عمل هست بله پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید لکن مایحتاج بدن را به دیشان ندهد چه نف دارد همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم یعنی در اصل اون عشق مرده مرده چیزی کاری نمیتونه بکنه ما زندگی رو از زنده بودن دریافت میکنیم از این رو هستش که مولوی میگه از محبت تلخا فکر کنم همه هم, هم براد باشیم از محبت تلخا شیرین شود از محبت خارها بود. گل می شود از محبت دیو هوری می شود از محبت مرده زنده می شود از محبت نیش نوشی می شود از محبت حوز شادی می شود و این محبت زنده نه محبتی که فقط لفظی باشه خیلی خوبه از لفظ استفاده کنید I love you، دوست دارم، قربونتم، نوکرتم، چاکرتم ولی وقتی گفت بیا سر این میز و این منبر را بگی نگو بگی نوکرتم خودت چند دقیقه پیش گفتی؟ پا چی شد؟ کجا رفتی؟ زبانمون باید به عمل بیاد تا عشق حقیقی رو تعریف کنه بله؟ ایمان خود را بدون اعمال به من به نما. و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود تو ایمان داری که خدا واحد است نیکو میکنی شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزن واو یعنی ایمان من نسبت به اینکه خدا هست عزیزان این نماد حقیقی عشق من نیست میگه شیطانم این باور رو داره اما میتونی در مسیر عشق به آنچه که باور داری عمل کنی اون عشق رو میتونی ارائه بدی خدا اون رو میخواد ببینه خدا آنچه را که مسیح انجام داد رو خوشنود کرد نه اینکه مسیح میگفت من میرم رو صلیب حالا ای میگفت من میرم رو صلیب حالا فردا نه حالا یه ما دیگه میرم بابا من میرم حالا رو صلیب ولی به موقعش که شد رفت روی صلیب و ثابت کرد عشقش به خدا و به عشقش رو به خلق خدا بله ولی کن ای مرد باطل آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه یعنی با عشقش ابراهیم عزیزان توجه کنید ابراهیم عاشق خدا بود که قبول کرد اسحاق رو قربانی کنه به زبان نگفت لبک بعد پشیمون بشه نویسنده میگه هر که در عشق سر از قله برارت هنر است یک بار دیگه هر که در عشق سر از قله برارت هنر است همه تا دامنه کوه تحمل دارن همه تو اون دامنه میرن ما عیسی مسیح رو دوست داریم ما تعمیدم گرفتیم ما اومدیم سرتیفیکتمون هم گرفتیم رفتیم کجا رفتید نمیدونیم آیا ایستادیم برای مسیح آیا وفادار برای مسیح ایستادیم آره آنچه که وعده دادیم ایستادیم یا نه اینو اینا من در تو کلیسا میگم عزیزان اما در تو ازدواجم میشه که عاشقتم دوستت دارم جلوی همه اعلام عشق و محبت میکنم. دو سه ما دیگه فکر طلاقن فکر جدایی هستن با هم افراد شریک میشن یک, سال نشده میزنن به هم دیگه و میخوان شراکتشون رو به هم زن چرا چون درک ابتدا اشتباه بوده در ابتدا ما درک درستی نسبت به اون رابطه نداشتیم بله میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید آمین و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد پس می بینید که انسان از اعمال عادل شمرده می شود نه ایمان تنها و همچنین آیا راهب به فاحشه نیست از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی دیگر روانه نمود فاحشه بود یک زن فاحشه بود عزیزان خدا اون انتخاب میکنه برای کار خودش میدونستید خدا اگه زن فاحشه استفاده میکنه که تو ملکوت خودش مفید باشه پس خدا به این نگاه نمیکنه اعمال من کجاست خدا داره به دل من و تو نگاه میکنه چقدر عاشق اون هستیم و ما میدونیم چقدر انسان هایی هستن که بر روی زمین شاید مردمان اونها رو به موق... موقعیت نگاه میکنن است میخوام ببرم جایگاهش نیست اگه بگم شما خودتون میشناسید افرادی رو که همه بد اونها رو نگاه میکنن اما اعمالشون خوب بوده عزیزان و متاسفانه برخلافش هم هست افرادی رو مردم متاسفانه هموطنان ما نیک نام میبرن تو سراسورت خودشون هم میزنن که اصلا سابقه خوبم نداشتن چون درک درست از اونها نداشتن بله؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است آمین آمین پس با عشق خدا ما میتوانیم دیگران رو در مسیر عشق حقیقی قرار بدیم و با ادراک اراده خدا از خلقت انسان ما دیگران رو درک خواهیم کرد و در این مسیر هست که محبت جامعه عمل میپوشونه توی زندگی ما بریم با هم دیگه نکته سوم داریم دو نکته قبلی رم پرویز جان همه بولشور داریم ب. چگونه میتوان در محبت نخستین پایدار بود محبت نخستین با مشارکت پیوسته میتواند پایدار باشد و سوء تفاهم ها را هویدا نموده تا بتوانیم به عهدهای خود وفادار بمانیم نکته دوم محبت نخستین با به یاد آوردن اولین ملاقات می تواند پایدار باشد و دلشکستگی ها را شفا نموده تا بتوانیم در اهداف خود مصمم باشیم نکته سوم محبت نخستین با درایت عمیق یعنی درک عمیق می تواند پایدار باشد و احساسات اشتباه را باطل نموده تا بتوانیم در آرامش و امنیت نیز بمانیم. زمانی که عشق ما عشق حقیقی هستش. بازم عرض میکنم از تمام مطالبی که گفته شد عزیزان نسبت به به طور خاص اول قرنتیان باب سیزده از چهار تا هفت که دو تا هفتا در آوردیم این بر این اصل نیست که هیچ انسانی رو عزیزان یافت نمیتونید بکنید که این خصوصیات بد درش نباشه کم و زیاد هست اما داره همونطور که هر انسانی میتونه اون ویژگی یک انسان خوب رو داشته باشه پس ویژگی خوب در همه ما میتونه باشه و داریم اما کم و زیاد داریم خصوصیات بد هم نیز میتونه در ما باشه که همه ما اون رو داریم فقط باید این رو توی سطح قرار بدیم که اون سطح کمک میکنه تا ما شکل کی بشیم؟ شکل خود مسیح بشیم بریم با هم دیگه آخرین آیه هم نیز داشته باشیم ممنون میشم تا 21. پس مگذارید که نیکویی شما را بد گویند زیرا ملکوت خدا عقل و شرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند پسندیده خدا و مقبول مردم است پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید آمین 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 همون این شاعر میگه بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم با عشق حقیقی کنار هم قرار بگیریم و نام خداوندمون رو جلال بدیم